اجتماعی. آقای وحیدا، البته راستی که وقتی که ما میگیم کانون فرهنگی هنرمندان افغانستان در آمبورگ و اگر در قبالش بادم سوال مطرح میشه که چی وظایف را داره، ما فکر میکنیم که خود سوال جواب هم خودش به خود جواب میده، چون وظایف کانون زیاد است. راستی هم قسمی که شما فرمودین، ما پرابلم های زیاد، کمکاسی های زیاد در گوشه های زیاد هنری و فرهنگی داریم که نمونه هایش شما برجسته ساختین. راستی هم اون یک ضرب المثل مشهور است که میگه از یک دست آواز نمیه. راست میگه. و کانون هم افغان هاست. بله. از تمام افغان هاست و با همکاری مشترک هم افغان ها این کانون رونق خواهد گرفت. خوش میگه. اما شما از ذکر مسئله نشریه یا جریده نام بردین. بله. به نظر سوال شخصی خود ما است که اگر شما آیا تو در نظر دارین که کانون نشری مشخصه که اهداف کانونه، کارهای کانونه، مثلا پلان کانونه معرفی کنه، اینطور یک نشری را شما زیر نظر دارین؟ چرا نه؟ من خواه عرض کردم خدمت شما که ما مسئول بخش تبلیغات و نشرات داریم. بله. که او وظیفش امی هست، ما باید تلویزیون داشته باشیم. بله. ما باید حداقل نشریه ماهانه داشته باشیم. بله. که از او طریق یعنی گزارش بدیم برای بله، بله. مردم خود که در غیر از او که ما فوت هستیم. بله. ای یکی منتها یک مشکل دیگه میمانه، او یادتان باشه چاپ یک نشریه. بله. حداقل یک کامپیوتر میخواه. بله. حداقل وسایل میخواه. بله. و اینی مسائل است که ما خود تازه قدم اول گذاشتیم. بله. پیشترم برتان گفتم که از او خیال پلوایی نیست. بله. که روغنش از پنجه های آدم سر کنه. ما پای ماندیم. بله. اینالی ببینیم چقدر هموطنهای ما. بله. چقدر صنعت آلمان. بله. چقدر اتحادیه های دیگه. بله. کت ما در این راه همیاری و همکاری میکنه. خب آقای وحیدا، شما اتر گفته میتونین که تقریبا از تاریخ 20 جون که روز اول بود که به اصطلاح حرف ازی کانون به میان آمد تا آله شما چگونه ارزیابی میکنید؟ حرف ازی به میان از 20 جون نامده، از سال 91 91. بله. شما همین فاصله ایره که گذشته چگونه میبینین؟ مثبت میبینین پروسی کارتانه؟ عرض شما خدمت شما بسیار صاف و پوزکنده. بله. که خب از امینی دو سه دفعه نام بردم، منتها در ظرف 6 سال ما یک آدم پیدا کردم که بله همین وسایل برای من یا برای ما یا برای ملک ما آماده ساخت. ولی ما آدمی نیستم که زیاد خوشبین باشم. بله. آدم پیسیمیست و بدبینم نیستم. بله. من تو فکر میکنم که در بسیاری مسائل بله هموطنان عزیز ما، جوانان ما، حتی کهنسالان ما با بسیاری مسائلی که باید علاقه بگیرن. بله. زیاد علاقه من نیستن. متاسفانه بله. و این از خاطر هیچ گونه تضمین و تأمین را نه برای شما نه برای بینندگان عزیز تلویزیون هندوکش و هموطنان عزیز خود داده نمیتانم. فقط همیاری و همکاریشان میتانه کانونه با مرامهایش برسانه و عدم همکاریشان که به احتمال قوی زیادتر خواهد بود میتانه از این کانون یک چیز. به هر حال من تو فکر میکنم که اگر ما از امی 100% اساسنامه ای که داریم و پلانی که داریم و بله. میخواهیم که او را عملی بسازیم، اگر از این 5% بتانیم با کمک دوستا و رفیقا و هموطنا یه
هم درد و هم دل و ماله. هم مفکوره، مفکوره مقصدم آیدئولوژی نیست، بتانیم عملی بکنیم بازم یک کار کنیم. بسیار خوب. هدف ما از این گفت شنود با شما طبیعی چیزی نیست که ما شما رو بگویم آقای ویدا شما چی کردین، هدفی هست که چی باید کرد، چی باید کنیم. بله. و راستی هم و این مربوط با مردم ماست، مردم ماست، مربوط به اعضای ماست، مربوط به بله. شماست، مربوط به کسی است که میال کامره پیشش است و بله. تصویر ما را میگیره خوبی... و مربوط به بیننده هاست بله. که امیال تصویر ما را میبینن و صدای ما را میشنوند. خب در قدم اول خب راستی هم که هدف تبلیغاتی است که تا کانون معرفی شوه بله. دوستای کانون بیشتر شوه بله. با اهداف کانون آگاهی پیدا کنن بله. و باز در آینده ما مصاحبه های خود داشتیم، گفتشون دای خود داشتیم در موارد کار کانون. مسلم است که هنرمندای ما همه مردم ما در باز بد قرار دارن و خاصتاً هنرمندای ما. خب اگر مقال بپرسم که شما آیا با هنرمندای ما که در ایران و پاکستان اینجا قرار دارن کمک های خواد کردین، شما طبیعی است که فکر میکنم تعداد سوال های ما زیاد میشه و هنوز وقت برای سوال ها ما داریم. من خواهش میکنم بسیار با مسئله مهم شما اشاره کردیم. امیال ما و هنرمندان داریم که ویدیوهای برای من فرستادن بله. از روسیه، یعنی از مسکو، از پشاور بله. از اسلام آباد. این هنرمندای ما در وضع بسیار بد قرار دارن بله. ما هنرمندان داریم که اونا کنسرتایشان قابل دیدن است، چی نوازنده چی خواننده، در هندوستان، در پاکستان، در روسیه. فیلم برداران داریم، دستندرکاران سینما داریم. اینا ما خب برتان پیشتر گفتم که ای از او خیال پلوایی نیست که روغنش از دست بله. آدم سر کنه. ما با کمک هموطنان عزیز خود، مخصوصا کسانی که از نظر اقتصادی در یک سطح بالا قرار دارن بله. ما میتونیم اینا را دعوت بکنیم، از اینجا برشان کمک بکنیم، خودشان در امونجا به کار بندازیم که از نتیجه کار خود خودشان نه مثل یک گدا بله. بلکه مثل یک هنرمند بله. از نتیجه کار خود استفاده کنند. سناریوهای هست در پشاور، در پاکستان، در هندوستان، در مابین اتحاد شوروی، یه سابق روسیه فعلی. ای هموطنهای ما بسیار امکانات دارن بله. امکانات ندارن، بسیار مواد دارن بله. ای کانون اگر در صورتی که هموطنهای ما پشت سر از ای استاد شود بله. و با ما همکاری بکنن، ما اینی استعدادار بدون از ای که برشان مثل گدا کمک بکنیم، از نتیجه کارشان، از عاید کارشان برشان میتونیم که کمک برسانیم.